دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز یکشنبه به مناسبت سادروز جهانی یادبود قربانیان هولوکاست در پیامی رسمی که در وبسایت کاخ سفید منتشر شد یاد و خاطره قربانیان را گرامی داشت. مایک پنس معاون ریاست جمهوری، مایک پومپو وزیر خارجه و ملانیا ترامپ بانوی اول آمریکا نیز پیامهایی را به همین مناسبت منتشر کردند. گزارشی از فرهاد پولادی در متن بیانیه منتشر شده از سوی رئیس جمهوری آمریکا پرزیدنت ترامپ نوشت رایش سوم و همدستانش به دنبال نابودی تمامی یهودیان بودند و 6 میلیون یهودی به طرزی مخوف و به صورت نظام یافته کشته شدند نازی ها همچنین شماری دیگر از جمله اسلاویکا روماها همجنس افرادی با محدودیت جسمی و ذهنی رهبران دینی و مخالفانی را که شجاعانه علیه آنها ایستادگی میکردند به اسارت درآورده و به قتل رساندند پرزیدنت ترامپ با بیان اینکه یادآوری این خاطرات هشداری برای ماست که هیچ وقت فراموش نکنیم و اجازه ندهیم دوباره روی دهد گفت ما مصمم و معتقد به حفظ سیاست دیگر اجازه نخواهیم داد هستیم رئیس جمهوری آمریکا در اولین سفر خارجی خود به خاور میانه در بهار سال 2017 و در بازدید از موزه هالوکاست در اورشلیم نیز بر سیاست دیگر اجازه نخواهیم داد تاکید کرد صرفا وقتی که ما رنج بسیار سخت ایمان شده از سوی افراد شیطانی و وحشت هولوکاست را که خانواده ها متحمل شدند به خاطر بیاوریم می توانیم کاملا جلوی تکرار چنان رخداد پرآزار و اذیت را بگیریم مایک پنس معاون ریاست جمهوری آمریکا که به عنوان یکی از معماران اصلی انتقال سفارت آمریکا از تلاویو به اورشلیم در اوایل سال گذشته نیز به موزه هالوکاست در آن شهر رفته بود یک شنبه در توییتی نوشت با در این روز سوگوار مرگ 6 میلیون یهودی از جمله 1.5 میلیون کودک هستیم. و میلانیا ترامپ بانوی اول ایالات متحده هم در توییت نوشت امروز روزی است که به افرادی که در طی جنگ جهانی دوم و در فاجعه هالوکاست جانشان را از دست دادن احترام بگذاریم. مایک پامپو، وزیر خارجه آمریکا نیز در توییتی که نامی داشت یاد قربانیان هالوکاست و دیگر افرادی که به دست نازی ها کشته شدند نوشت ما تعهد همیشگی خود را به حفظ جهانی آری از یهودی ستیزی و هر گونه دیگر حراس از ددیان یا اقلیت ها را اعلام می‌کنیم.